آقای فاروقی، ابتدا به این موضوع پردازیم که شب گذشته بایدن در رابطه با تحولات در افغانستان صحبت کرد و به نظر میرسه که همچنان آقای بایدن تحت فشار افکار عمومی و پرسش خبرنگاران هست درباره نحوه خروج از افغانستان. فکر میکنید که صحبت‌هایی که آقای بایدن مطرح کرد قانع کننده بود اصلا؟ به باور من اینجوری میتونم بگم که در واقع سخنرانی که آقای بایدن کرد و یکی دو سخنرانی قبلش یا اظهارات آقای بلینکن اونگونه که بعد شاید نمیتونست باعث در واقع قانع شدن مردم آمریکا بشه. و من حتی میتونم بگم که انتقادهایی که الان متوجه دولت بایدن و نحوه خروج آمریکا هست برمیگرده به انتقادهای بین المللی و همچنین انتقادهایی که از سوی چربندان خود آمریکا و حزب جمهوری خواه به طور مشخص الان متوجه دولت بایدن هست. به ویژه اگر ما توجه بکنیم به صحبتایی که جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا چند روز پیش کرده بود در مورد پیشبینی اوضاع افغانستان و گفته بود که احتمال داره که نیروهای افراطگرا مثل سازمان القاعده یا اینکه حتی نیروی دولت اسلامی داعش مجددا تجدید سازمان بشن و ظرف 3 سال آینده ما شاهد رشد اسلامگرایی افراطی در افغانستان باشیم، خب طبیعیه که باعث ناخشنودی خیلی‌ها در آمریکا میشه و از خودشون میپرسن پس ثمر این 20 سال حضور نظامی آمریکا فرستادن 800 هزار سرباز از جانب آمریکا در ادوار مختلف به افغانستان چه بوده اگر که باز ما در همون شرایط قرار بگیریم. ما همزمان شاهد مواضع متفاوتی هم هستیم از سمت آمریکا و روسیه در مورد به رسمیت شناختن دولت جدید طالبان. فکر میکنید که در نهایت چه واکنشی داشته باشن هر کدوم از این طرفین و همینطور اتحادیه اروپا نسبت به دولت احتمالی که طالبان بخواد تشکیل بده؟ برای میشه گفت که روسیه و چین جزء برنده های اصلی تحولات افغانستان هستند. اگر ما توجه داشته باشیم صحبت هایی که آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کرد و گفت که اگر که دولت در واقع فراگیر و همه شمول رو در واقع طالبان ایجاد بکنه آنها در مراسم تألیف شرکت میکنن، خب این کاملا متفاوت از اون موضعیه که آمریکا داره. آمریکا نمیتونه، خیلی براش سخت خواهد بود که دولت طالبان رو به در واقع بازی زمانی پیش رو به رسمیت بشناسه و این کار ساده‌ای برای دولت بایدن نخواهد بود، ولی روسیه حتما این کارو میکنه و سعی میکنه استفاده کنه و به خصوص چین به نظر من برنده اصلی این تحولات است و میتونه یک کشور از نظر مالی ضعیف رو به عنوان یک تومی جدید برای خودش ببینه و یک در واقع اون رو وارد اونجا بشه و به طور سرمایه گذاری کنه. کشور اروپایی هم مواضع متفاوتی داشتن. مثلا هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان اخیراً گفته بود که ما به احتمال زیاد سفارتمون رو مجددا در کابل بازگشایی میکنیم در صورتی که شرایط امنیتی اجازه بده، ولی این رو به معنای که به رسمیت شناختن دولت طالبان نمیدونه. اونها احتیاج دارن که با دولت طالبان در تماس باشن به خاطر اینکه هم به خاطر دغدغه‌شون به خاطر مسائل امنیتی ناشی از رشد نیروهای افراطگرا و هم به خاطر اینکه بتونن نیروهایی که در واقع همکاران محلی خودشون رو از افغانستان خارج بکنن یا دولت طالبان رو وادار بکنن که به برخی از وعده‌های خودش عمل بکنه. به این خاطر باید بین در واقع به رسمیت شناختن و مذاکره داشتن تفاوت قائل بشید. موضوع ایران رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که ایران چه واکنشی نشون بده نسبت به دولت احتمالی طالبان؟ ببینید خیلی راحت میتونیم اینجوری بگیم ما مناسبات ایران و دولت طالبان مناسبات عشق و نفرت بوده، اینجوری میشه در واقع براش اسم گذاشت. زمانی که در واقع سال همین امسال ماه ژانویه وقتی که هیئت نمایندگی طالبان به تهران رفتن و آقای ظریف ازشون استقبال کرد، هدفشون خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان بود که به این هدف رسیدن. الان طالبان برای جمهوری اسلامی عملاً تبدیل میشه به یه چالش بزرگ امنیتی. صحبت‌های اسماعیل قاهانی رو اگه توجه بکنیم در واقع فرمانده سپاه قدس در گفته که ما باید مسائل امنیتی خودمون رو در واقع در نظر بگیریم. فراموش نکنیم که 23 سال پیش یعنی سال 77 شمسی یا 98 توی کنسولگری مزار شریف خب طالبان کلی از دیپلمات‌های ایرانی رو کج و حتی یه خبرنگار ایرانی رو به هلاکت رسوند.
بنابراین میشه گفت که دولت جمهوری اسلامی واهمه از این داشته باشه که طالبان به عربستان نزدیک بشه و به همین خاطر به عنوان یه چالش امنیتی هم به طالبان نگاه میکنه. جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کل، ممنونم از شما.